همکارانم اشکان صفایی از اورشلیم و نیلوفر رستمی از استودیو را اینترنشنال در واشنگتن با ما هستن. اشکان، اول بپردازیم با توجه به صحبت‌های یائر لاپید اینکه اسرائیل چه هدفی رو دنبال می‌کنه از سفری که بایدن خواهد داشت به این کشور. بله، به نظر میاد که اسرائیل در واقع بر روی دو موضوع تاکید خواهد کرد، همون چیزی که لاپید هم امروز گفت، مسئله چالش ها و البته مسئله فرصت ها. چالش ها همونطوری که لاپید گفت در صدرشون موضوع ایران هست، در واقع در مورد ایران اول از همه برنامه اتمی ایران هست. اسرائیل خواهان این هست که فشارها و تحریمها علیه جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه و حتی تشدید بشه، پرونده اتمی ایران دوباره به شورای امنیت برگرده. و اون چیزی که مقامات اسرائیل در روزهای اخیر هم گفته بودند این که در واقع نقطه پایانی برای این مذاکرات بی پایان مشخص بشه. در موارد دیگه مربوط به ایران هم مسئله برنامه‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و البته حمایت تهران از گروه‌های مثل حماس و حزب الله است. اما موضوع فرصت‌ها که شاید رابطه‌ای هم با چالش‌ها داشته باشه به رابطه با عربستان برمیگرده. اسرائیل داره سعی میکنه که از این فرصت سفر بایدن به اسرائیل و سپس عربستان استفاده کنه برای اینکه رابطهش رو با ریاض نزدیکتر بکنه. البته مقامات اسرائیلی ساده نیستن، میدونن که عربستان الان نخواهد اومد و رابطهش رو مانند امارات یا بحرین با اسرائیل عادی نخواهد کرد، اما چند درخواست دارن. یکی موضوع همون در واقع ایجاد یک سپر دفاع هوایی مشترک اسرائیل و کشورهای عربی با حضور عربستان هست، یکی اینکه عربستان اجازه بده پروازهای تجاری اسرائیلی از فراز آسمان عربستان عبور کنند، و یکی هم اینکه در واقع اسرائیل اجازه بده که پروازهای مستقیم برای حجاج فلسطینی از اسرائیل به عربستان برقرار بشه. بسیار عالی. نیلوفر، اما بایدن خب با توجه به اینکه انتقادها و پرسش‌های بسیاری درباره سفر خاورمیانه‌اش مطرح شده، یک مقاله‌ای را امروز در واشنگتن پست منتشر کرده با این عنوان که چرا به خاورمیانه سفر می‌کنم. درباره ایران هم اشاراتی داشته، درباره اینکه چه چالش‌هایی رو قرار هست که با عربستان سعودی و اسرائیل درباره‌شون صحبت بکنه. به ما بگو بیشتر. بایدن در واقع در این نامه که 48 ساعت قبل از سفرش به عربستان نوشته، در بخشش هم همونطور که گفتی به ایران اشاره کرده و گفته که دولتش فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی رو بر ایران افزایش میده تا زمانی که ایران برگرده به توافق برجام، همون توافقی که در سال 2015 امضا شد و همون کاری که اون حاضره، دولتش حاضره که انجام بده. همینطور در بخش دیگه از این نامه به جاه طلبی های تهران اشاره کرده و گفته که آمریکا با شرکاش در اروپا و سایر کشورهای دیگه آماده است که این جاه طلبی ها رو مهار کنه. اون همینطور در بخش دیگه از این نامه، در واقع این یادداشت، اشاره کرده به 30 کشوری که طی ماه گذشته در واقع فعالیت های هسته‌ای و عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو محکوم کردن و گفته که الان جهان در برابر ایران ایستاده و ایران این روزها رو در انزوا داره میگذره و هر چقدر که این توافق برجام به طول بکشه این انزوا هم بیشتر خواهد شد. در واقع بسیاری همونطور که میدونیم میخواستن که مذاکرات دوحه به نتیجه برسه، اما همچنان نشون دادن که اختلافات واشنگتن و تهران سر جاش باقی مونده و خود در روزهای گذشته مقامات آمریکایی هم گفتن که مطالبات فرابرجامی داره ایران. بسیاری از توضیحات هر دو همکارم ممنونم. اشکان صفایی که از اورشلیم با ما بودی و نیلوفر رستمی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن.